تو این ویدیو من کمتر صحبت میکنم و میخوایم حواشی و اتفاقات و رخدادای آخرین تمرین بر بچهای تیم ملی فوتبال کشورمون که در اردوی کیش به سر میبرن و با هم دیگه نگاه کنیم. پس من تا انتهای ویدیو همراهی بفرمایید، بذارید اصلا با لحظاتی از تمرین بر بچهای تیم ملی در کیش شروع بکنیم. این همون ورزشگاهیه که من یه بار تو شبای فوتبالی یه گزارشی رو ارائه داده بودم و حالا پخشم شد در شبکه ورزش و خیلی هم جای خوبیه، جای مناسب یه عملاً یک کمپ میتونن بزنن. حالا تیمای مختلف سالن داره، تمرینات بدنسازیشون رو میتونن انجام بدن برای بچه‌ها و خیلی جای خوبیه. و یادم آخرین باری که من رفتم اونجا میگفتن چمنامون آمیزه ای از چمنای طبیعی و مصنوعیه. اینو بهش حالا یه حالت هیبریدی دریدی میگن، هیبریدی یا هیدریدی هر شکل اونجوری میگن. و باید ببینیم که شاگرد امیر قلعه نویی که بازی بسیار سختی هم دارن فردا ساعت 18 در مقابل بورکینافاسو چه نتیجه‌ای رو خواهند گرفت. بسوری با مصاحبه امیرخان قلعه نویی شروع بکنیم، مصاحبه رو ببینیم، برمیگردیم، من توضیحات دارم که بهتون بدم. شلات به وجود نیاد که اومدش. من میخوام بگم که همه در تلاشن که ان شاء الله تیم با کمترین دغدغه‌ها مشکلات وارد مسابقات بشه. حالا اتفاقاتی هم افتاده که ان شاء الله حل بشه. این یه مطلب. مطلب دوم، حالا آقای تاش میفرمایند که آقای جناب سرهنگی عزیز سلام. که لاقای تاج راجبش صحبت می‌کنم، مدیر عامل محترم جزیره کیش و آقای فوزادی خیلی وقت بقیه دو سال خیلی زحمت کشیدن هم برای جزیره هم برای این مسابقه که من جا داره ازشون تشکر کنم و امیدوارم که همیشه منشأ خیر و برکت باشن، چون ملت ایران ملت بزرگی هستن، ملت نجیب و شریفی هست و لیاقتشون بهترین هست. شما ببین امروز مردم اومدن چجوری دارن با شما میخوان عکس. اینا عشق، اینا علاقه، اینو با میلیاردها دلار هم نمیشه عوض کرد. من دوباره تشکر میکنم، امیدوارم که ما هم جوری رفتار کنیم، چه نظر شخصیت حقوقی ما چه نظر شخصیت حقیقی ما، که الگو باشیم انشالله و دل مردم رو خوشحال کنیم. ما میتونیم. این بستگی اول لطف خدا و اهل بیت و تلاش شماست. یه سری از بازیکنامون که دچار مصدومیت هستن خیلی تمریناتشون رو به صورت اختصاصی تحت نظر دکتر شهاب سپری میکنن. یکیشون همین آقای رامین رضاییانه که میگن به دوتا بازی اول نخواهد رسید. رامین رضاییان یکی از با ارزش‌ترین مهرهای تیم ملی فوتبال کشورمون در رقابت‌های جام ملت‌ها هست و باید ببینیم که چقدر میتونه کمک کنه به تیم ملی ایران. تمرینات اختصاصی رامین رضاییان که شما دارید در تصویر مشاهده میکنید. اما اینم مهدی طارمیه که به کمک جیمی جامپ اومد. این ویدیو رو ببینید، بعدش بریم سر وقت مصاحبه مهدی طارمی که در مورد موضوعات مختلفی صحبت کرده آقا مهدی، که خیلی خودش رو زودتر رسوند به اردوی تیم ملی و باید ببینیم که چقدر کمک میکنه. گفته تمام تلاشمون رو میکنیم اما نمیتونیم قول قهرمانی بدیم. ببینیم با هم دیگه. من به هر حال همونجا که شما گفتین یه سری بازیکن معروف دارن توی لوتون، نمیدونم استون ویلا، لورکوزن یا سایر تیما. به هر حال یه تیمیه که اونا هم دارن آماده سازی میکنن خودشون رو برای جام ملت‌های آفریقا و خب قطعا اونا هم با تمرکز بالا میان. درسته این بازی دوستانه است، ولی خب ما توی تیم ملی بازی دوستانه نداریم. ما دوست داریم همیشه تیم ملی برنده باشه و اینکه بتونیم که دل مردم رو شاد کنیم شا. چه دوستانه چه رسمی. دوم اینکه در مورد جام ملت‌ها، خب همونجور که هممون میدونیم یه تورنمنت خیلی مهمه برای کشورمون. ما از اون دسته تیمایی هستیم که شانس قهرمانی تو این بازی‌ها رو داریم و تمام تلاشمون رو خواهیم کرد که بتونیم همچین اتفاقی رو رخ بدیم و از هیچ تلاشی برای این اتفاق دریغ نمی‌کنیم. اوه چرا تو اردوی کیش چجوری هست؟ فکر کنم یه اردوی خوبی داره در حال برگزاری. خیلی استقبال خیلی خوبی هم. آره خب به هر حال مردم محبت دارن همیشه. این هم یه اتفاق. آقای گلی داشتن بیرون از. مردم محبت دارن به هر حال. یه اتفاقی که ما بیرون از تهران اومدیم یه اردو، خب یه اتفاق جذاب برای مردم کیش. بالا شرایط خب به هر حال کیش یه شهر توریستیه، ما اینو میدونیم، ولی خب همین که مردم رو میبینیم توی لابی هتل، همین که مردم اینجا هستن و اینکه حس میکنیم مردم کنار ما هستن، این خب یه اتفاق خیلی خوبه برای ما و ما از صمیم قلب تشکر میکنیم ازشون.
شرایطم خب شرایط خوبی از لحاظ چمن، از لحاظ امکاناتی که وجود داره و امیدوارم که بتونیم اتفاقات خوب را سال اولین چمن هیبرید کشور است. از این باب خواستیم مقایسه بکنید و با استانداردهای جهانی که شما تجربه کردید و یکی دو روزی که اینجا مشغول به تمرین هستید. والا مقایسه رو اصلا من کلا باش مخالفم که بخوام چیزی رو با چیزی مقایسه کنیم. این نسبت به شرایط هر جایی وجود داره. من مقایسه نمی کنم که اینجا چی جوریه یا اونجا چی جوریه، ولی خب نسبت به چیزی که ما توی کشورمون داریم چمن بدی نیست. ما میتونیم که توی این چمن خوب تمرین کنیم و خودمون رو آماده کنیم برای بازی‌های جام ملت‌ها و از حالا کسای مسئولانی که زحمت کشیدن این چمن رو به این شکل خوب مهیا کردن که امیدوارم توی از این نوع چمن‌ها توی لیگ برترمون هم دیده بشه و استفاده بشه که کیفیت لیگ برترمون هم بالاتر بره. ما از شما ممنون هستیم. ببین به هر حال ما همیشه یه سری مشکلات تو همه جای دنیا وجود داره. به هر حال ما تمام تلاشمون رو می‌کنیم، ما خیلی متحد هستیم همه بازیکنان مربیان که بتونیم بهترین اتفاق رو رقم بزنیم که دل هم شما هم خودمون هم خانواده هم مردم هم ایرانیا رقم بخوره. نمیشه قول داد که مثلا این قهرمان شیم یا چیزی، چون فوتبال از قبل قابل پیش بینی نیست، نمیشه چیزی رو قول داد، ولی بهتری عمل کردی که ما میتونیم داشته باشیم رو قطعا انجام میدیم و حالا بریم ببینیم چه اتفاقاتی از رسانه ها از مردم داری تو این راه سختی که در پیش روی تیم ملیه. مرسی از شما از این سوال. رسانه ها خب به هر حال خیلی نقش تاثیرگذاری دارن توی جامعه، همونجور که شما تلاش میکنین زحمت میکشین و دستاورداتون رو به دست میارین، ما از شما این انتظار رو داریم که اگر هم بر دلیلی بر اتفاقی که میفته یکم اگر که حاشیه‌ای باشه، شما من از شما این درخواست رو دارم که حاشیه‌ها رو کمتر کنین، جمع کنین، چون چشم ملت به قلم شماست. به هر حال اون اتفاقی که میفته شما میتونین منتشر کنین و ما از شما این درخواست رو داریم. اگر اتفاقای ریزی که به هر حال تو همه جای دنیا هست اتفاق میفته، زیاد بزرگ نمایی نشه که آره که این افکت این مردم آره آره ضربه بخوره به تیم و همون شادی که ما میخوایم به مردم. اینم ورود مهدی تاج به تمرین تیم ملی ایران در کیش رو میبینید. این ورودشه، اینم مصاحبهش که شرایطی رو فراهم کردن که تیم ملی کشورمون اینجا هم یه مسابقه بده هم یه اردوی تدارکاتی داشته باشه. ما تیم ملی ساحلیمون هم الان اینجا هست چه داره خودش آماده میکنه برای جام جهانی فوتبال ساحلی و واقعا جا تشکر داره و از شما هم تشکر میکنم. یه ما حرفمون رو با هم زدیم، ما یه مشکلی رو گفته بودید این یودرک ولا یوسف انشالله اون حل خواهد شد. ضمن این که از آقای سرنگم واقعا تشکر میکنم بابت این پذیرایی خوب. اینجا ما با هواش دقیقا مثل با هوای قطره و شرایط فراهمه که تقریبا شرایط مشابه با قطر و از تک تک عزیزانم تشکر میکنم. خیلی متشکر چون شما الان تمرین دارید دیگه مجال صحبت متوجه چیزی میخوایی بگو؟ خیلی متشکر. نه خیلی متشکر. تمرینات جداگانه علی قلی‌زاده با آندرانیک تیموریان که حالا یه شایعاتی هم وجود داره مبنی بر مقصد علی قلی‌زاده از استقلال نام میبرن، از پرسپولیس نام میبرن. اگه از من میپرسید که علی قلی‌زاده طرفدار کدوم تیمه، باید بهتون بگم چون من رفتم تو استادیوم با همه بازیکن‌ها بودم، میدونم که اینا طرفدار کیان. علی قلی‌زاده پرسپولیسیه. لحظاتی از تمرین برای بچه‌های ملی پوش رو در کیش با هم دیگه ببینیم. طارمی اون چرا طارمی اون رفت با تاک سلام کنه بچه ها الان خود محسن کیا آره خوشش نمیم بچه ها ویدیو های ویدیو همه میتونیم آره آره بیتونیم آره این میزنیم قد Hey! Hey! Hey!
اینم از تمرین ارسالشون و گلزنی تیم ملی در کیش. دیگه بازار داغی هم بود بر سر سلفی بگیران، هواداری که حضور دارن در کیش. کیش نمیدونم رفتید یا نه، خیلی جای بکریه و دپشیه بچه. حالا دپش یاد چای دپش میافتم، ولی خب خیلی جای خفنیه. اگر وس امالی تو میرسه، من یه بار از طرف یه بارش از طرف شبکه ورزش رفتم اونجا و درجه یک دیگه، یه سه آرامش بهتون میده. اینم سلفی و یادگاری هواداری تیم ملی از روزبه بگیرید، مهدی طارمی، مهدی قائدی، که امیدوارم، من تایید دلم خیلی روشنه که ما نتیجه خواهیم گرفت. فقط من در مورد استقلالم، حالا از تیم ملی داریم صحبت میکنیم، بگم که رافا سیلوا رسما به استقلال رفته و یه تسویه نامه، حالا باشگاه استقلال یه تسویه نامه امضا کرده که به واسطه این تفاهم نامه مطالبات سیلوا در چند قسط و طی یک سال آینده به اون پرداخت میشه. این اولین خرید آبی پوشان پایتخت در تعطیلات نیم فصله. سلفی هواداران با علیرضا بیرانوند در پایان تمرین امروز تیم ملی رو شما میبینید. یحیی گل محمدی هم خیلی اختصاصی بهتون بگم که با پیشنهادی از باشگاه خرفکان امارات مواجه شده، اینکه بپیونده یا نه در حاله ای از ابهام. حسین خبیری استوری بلند بالا رو انجام داد، چکیدش میشه که گفته همچنان در حال تلاش هم تا گل محمدی از تصمیمش صرف نظر بکنه. ما هم دیگه صحبت نخواهیم کرد. به نظرم حالا تو کامنت ها من داشتم نگاه میکردم، خیلیاتون موافق جدایی یحیی گل محمدی، حالا انگار به حرف ماست، خیلیاتون جدایی یحیی گل محمدی رو تایید داده بودین. ما در مورد تیم ملی صحبت کردیم تو این ویدیو، حالا مفصل من سعی کردم آخرین تمرین برای بچه‌ها رو پوشش بدم. امیدوارم از این ویدیو لذت کافی رو برده باشید. من سعی می‌کنم تو این کانال شما رو در جریان ریزترین اتفاقات فوتبالی قرار بدم. اگر این اتفاق افتاد، خوش به حال من و درود بر شما. لایک و سابسکرایب خیلی به من کمک می‌کنه. بزنید دکمه لایک رو، حتما بزنید. فعلاً